در آستانه فرا رسیدن دهمین سال روز شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور که 10 سال پیش در یک حمله تروریستی به شهادت رسید، وزارت دفاع ملی از ایجاد کمیسیون ویژه به دستور رئیس جمهور برای زمین سازی بزرگداشت از این روز به رهبری وزیر دفاع خبر می‌دهد. از لحاظ امنیتی موظفین امنیتی وظیفه گرفتن که ساحاتی که در این مراسم در اونجی صورت می‌پذیره امنیت از او تامین کنن. خوشبختانه یک پلان امنیتی مفصل که با جزئیات پرداخته آماده شده و نیروهای امنیتی افغان، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی در این پلان امنیتی شرکت دارند. از سوی هم بنیاد شهید مسعود از عدم توجه جدی دولت برای بررسی پرونده ترور قدر قهرمان ملی کشور به شدت انتقاد کرده میگوید پلیس بین المللی بریتانیا بر بنیاد برخی ملحوظات سیاسی بررسی پرونده قتل قهرمان ملی را پس از یک سال بسته و متوقف ساخت. بعد از یک سال اینا تمام پیگیری را توقف دادن و گفتن که بنابر ملاحظات سیاسی دولت انگلستان ما توقف داریم، اما یک چیز میخوایم خدمت شما و از طریق شما با مردم افغانستان بگویم که اگر عمقی توطئه را شما پیدا کردین بعد به عظمت این شخصیت پی میبرین. در همین حال سخنگوی ایصف شهادت قهرمان ملی را نقطه عطف خوانده گفت حملات 9 و 11 سپتامبر جهان را متوجه خطر تروریسم ساخت. On the 9th of this month, on the remembrance of the loss of your national hero, ایساف با مردم افغانستان برای یادبود از قهرمان ملی این کشور یک جا خواهد بود. 9 و 11 سپتامبر از روزهایی است که ما و شما را برای مبارزه مشترک با تروریسم به این کشور کشانید. از سوی هم بنیاد شهید مسعود از راه اندازی یک نشست با شکو زیر نام مسعود شناسی برای بررسی اوضاع افغانستان با حضور نمایندگان برخی کشورهای منطقه تا یک ماه دیگر سخن می‌زند.